خودش میگه من در آن مقطع در بیروت کرواتی بودم و محاسن هم نداشتم، ولی کتاب انقلاب تکاملی اسلام رو که نوشته بودم برخی از علمای ایران فکر میکردن که من یک عمامه بزرگ دارم و فرض میکردن که من سالها در حوزه‌ای در مشهد درس خوندم. من عربی را با رادیو قاهره یاد گرفتم. آقای یوسف صانعی وقتی این کتاب من در سال 48 چاپ شده بود آن را در حوزه برای شاگردانشان تدریس میکردن و آنجا گفته بودن که به نویسنده این کتاب میگویند مجتهد در تاریخ اسلام. آقای یوسف صانعی زنده نیست مثل اینکه که بتونه صحت و این سخن رو تعیین بکنه. به هر حال آقای جلال فارسی با مراودات نزدیکی که افسون بر فلسطینیا با شیعیان لبنان داره، در زمین مطلبی دارم در مورد مرکز نشر دانشگاهی اگر ممکن بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آزاد شدن نیروهای دانشگاهی از کار آموزش، ستاد انقلاب فرهنگی همیشه مصروف این کرد که برنامه ریزی بکنه تا کارهای دیگری که در دانشگاه صورت می گرفته جایگزین کار آموزش بشه. خب من قبل از این شروع کنم باز بذاریم برگردم به یوسف صانعی که برادر آیت الله یونس صانعی است. یوسف صانعی مسئول همون بنیاد 15 خرداد که چپ و راست اعلام میکنه که بودجه میذاریم جایزه میدیم به هر کی سلمان رشدی و اینو اونو بکشه، که واقعا من نمیدونم از بس همش میشنم این افراد رو میخونم دنبال میکنم و اینا که آقای یوسف صانعی زنده است یا به رحمت ایزدی پیوسته. به هر حال موضوع صحبت ما اکنون نیست. اون موقع زمانی که برمیگردیم به موضوع صحبت